داعش عراق رو به سمت یک جنگ داخلی کشونده. موصل سقوط کرده، تکریت رو پس گرفتن، میگه میخواد بره به سمت بغداد. شما حوادث عراق رو چطور بررسی میکنید؟ روی خط و نظراتتون رو با ما در میون بذارین با شماره تلفن 202-260-7110. میتونین تلفن هاتون رو برنامه ایمیل کنین تا همکارانم با شما تماس بگیرن. همینطور میتونین از طریق اسکایپ صوتی، تصویری و نوشتاری در برنامه همراه باشین. فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برنامه رو فراموش نکنین. من روزیتا ایران دوست در یکی دیگه از برنامه های روی خط با شما همراه هستم. سلام، مسعود سفیری هستم با برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا. داعش، گروهی که خودش رو وارث در واقع بخشی از تندروهای اسلامی میدونه و میگه که میخواد حکومت اسلامی در شام برقرار کنه، از عراق تا سوریه. عراق رو به سمت یک جنگ داخلی برده، حتما اخبارش رو شنیدین. از طریق تلفن، اسکایپ، فیسبوک و توییتر بیاین روی خط و نظرتون رو بگین. تحولات عراق چه تأثیری در منطقه میتونه داشته باشه؟ آیا این نگرانی ها میتونه به همگرایی بیشتر کشورهای منطقه منجر بشه یا خیر؟ در آغاز برنامه اجازه بدین که گزارشی رو که همکارانم هم تهیه کردن در این مورد درباره آخرین تحولات عراق با هم ببینیم. تسلط پیشمرگ‌های اقلیم کردستان عراق بر شهر کرکوک تحول جدیدی است که اوضاع عراق را پیچیده‌تر از پیش می‌کند. شهر کرکوک در منطقه‌ای از عراق قرار گرفته که کردها علی‌رغم خواست دولت مرکزی خواستار انضمام آن به اقلیم کردستان عراقند. پیشتر دو شهر موصل و تکریت در شمال عراق به کنترل شبه نظامیان دولت اسلامی در آمده بود و پرسنل ارتش نیز از برابر آنها فرار کرده بودند. اما وزیر خارجه عراق میگوید مقابله با شبه نظامیان دولت اسلامی محتاج همکاری بغداد و اربیل و هماهنگی نیروهای نظامی آن دوست. اطلاعاتی که از پایتخت به من رسیده نشان میدهد که اوضاع واقعا تغییر کرده است. نیروهای دولت مرکزی تجدید سازمان دادند و در مناطق استراتژیک در جنوب شهر تکریت موضع گرفتند. از دست دادن دو شهر موصل و تکریت حادثه خطیر است، اما با افزایش همکاری و هماهنگی میان ارتش و پیشمرگ‌های کرد می توان شبه نظامیان دولت اسلامی را از این مناطق بیرون کرد. مقام‌های عراقی میگویند تهدید ناشی از پیشروی شبه نظامیان دولت اسلامی و اقدامات افراطی این تروریست‌ها باعث شده تا تعدادی از جوانان عراقی نیز به مراکز ثبت نام از داوطلبان مراجعه کنند. باشر الشباب الواعي من ابناء العراق العظيم. از روز چهارشنبه صدها نفر از جوانان عراق داوطلب شدند تا در نیروهای مسلح خدمت کنند. البته این محدود به جوانان نیست و حتی افراد مسن‌تر نیز به مرکز مراجعه کردند تا از کشور عراق و اماکن مقدس مذهبیش حفاظت کنند. چندی پیش شبه نظامیان دولت اسلامی بر شهر فلوجه در 70 کیلومتری غرب بغداد مسلط شدند. تصرف دو شهر موصل و تکریت نیز این شبه نظامیان افراطی و سنتی مذهب را به 160 کیلومتری شمال بغداد رسانده است. شمروا عن ساعد الجد. ابو محمد العدنانی سخنگوی دولت اسلامی نیز با انتشار نواری صوتی نوری المالکی نخست وزیر شیعه مذهب عراق را یک رافضی خواند که فرصت رهبری کشور را از دست داده است. همکنون شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام با پیشروی به سمت شرق و بیرون راندن ارتش عراق از شهرهای موصل و تکریت ثبات و امنیت کشورهای منطقه را نیز تهدید کردند. نورا شاهزوان، صدای آمریکا. بله، این گزارشی بود از آخرین تحولات عراق. همکارم علی جوامری در استودیو با ماست. علی، آخرین تحولات چیه؟ واقعا میتونه بره تا بغداد، به سمت بغداد؟ چقدر فاصله ده بره تا بغداد؟ در حال حاضر نیروهای دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش
تا نزدیکی سامرا رفتن. نیروی هوایی ارتش عراق اعلام کرد که اونها رو بمباران کرده، جلوگیری کرده از پیشروی بیشتر اونها. در واقع همونطور که در نقشه اینجا میبینید، اونها از موسل دارن سعی میکنن به طرف بغداد نزدیک بشن، به کمتر از 100 کیلومتری بغداد رسیدن، ولی در این منطقه با نیروهای ارتش عراق با حمله هوایی ارتش عراق مواجه شدن و ظاهرا در حال حاضر توقف کردن، ولی درگیری های پراکنده در این مناطق وجود داره. جدا از اون، در منطقه کرکوک، در این منطقه کردها تونستن مناطقی رو که داعش به اونها حمله کرده بود و نیروهای دولتی هم از اون خارج شده بود، پیشمرگان کرد اون مناطق رو بازپس گرفتن. استان کرکوک در حال حاضر به طور کامل تا منطقه جبل حمرین، تا این منطقه در کنترل نیروهای کرد قرار داره و بخشهایی از استان صلاح الدین، بخشهای کردنشین استان صلاح الدین و استان دیاله که عمدتا سنی نشین هست، پیشمرگان کرد اون مناطق رو هم که کرد نشینه البته به کنترل کامل خودشون درآوردند. داعش اعلام کرده که هدف ما حمله به بغداد هست. هنوز حمله بزرگی به بغداد صورت نگرفته، ولی در درگیری های کمی که در مناطق مرزی با بغداد شده، از صلاح الدین به بغداد که در حال حاضر اونا پیشروی کردن، بیشتر از تکریت جلو رفتن، به کمتر از 100 کیلومتری رسیدن، در اون مناطق مستقر شدن، گفتن که ما میخواییم به زودی بغداد رو هم به بغداد هم حمله بکنیم و دولت نوری المالکی رو یک دولت رافضی و مرتد قلمداد کردن که دیگه فرصتی نخواهد داشت در عراق حکومت بکنه. از قبل هم نیروهای داعش میدونید که از چند ماه قبل مناطق رمادیه، این مناطق رو حتی تا بیشتر از این که در این نقشه هست، مناطق رمادیه که فلوجه و استان انبار، بزرگترین استان سنی نشین و بزرگترین استان به لحاظ جغرافیایی در عراق رو هست، قبلا اینا به تصرف خودشون درآورده بودند. در حال حاضر گفته میشه که بیش از 25,000 نفر نیرو دارن، ولی از عشایر سنی، از خلعی که بین سنی ها با دولت نوری المالکی از چند سال قبل بود و از اختلافاتی که عشایر سنی با دولت شیعه نوری المالکی دارن استفاده کردن، تونستن حتی برخی از عشایر عرب رو، عرب سنی رو با خودشون همراه کنن، به اضافه بازمانده های بعثی در منطقه. علی، حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که علاوه بر اینکه بغداد به هر صورت پایتخت، پیشروی داعش به سمت مناطق شیعه نشین به ویژه اماکن متبرکه که برای شیعیان خیلی مهمه، چقدر میتونه در این توازن قوا یا اینکه تاثیرگذار باشه در تحولات منطقه‌ای؟ همونجوری که میبینی سوریه اونجا درگیر جنگ داخلی، ایران هم تا این لحظه واکنش جدی نشان نداده، در واقع ابراز حالا تمایل کرده باشه که در مسائل داخلی عراق بخواد دخالت کنه، اما بحث شیعیان بسیار بحث جدی، یعنی جنگ در واقع اونجا تبدیل میشه به یک جنگ فرقه‌ای و یک جنگ دینی. در واقع اون چه که داعش اعلام کرده به عنوان هدف خودش، ایجاد یک امارت اسلامی هست، یک کشور پهناور اسلامی شامل سوریه، عراق و در تازه ترین بیانیه‌شون اردن و فلسطین هم هست. ولی نزدیکترین منطقه‌ای که اماکن مقدس شیعه اونجا هست، سامرا هست. عمدتا سنی نشینه، ولی چند تن از امامان شیعه اونجا هستن، اماکن مقدسی است. امروز گروه صدر اعلام کرد که ما حاضریم نیرو بفرستیم، با اینکه اختلافاتی با دولت مالکی و نیروهای تحت فرماندهی مالکی دارن، ولی گروه شیعه صدر گفته ما در این مورد خاص حاضریم که نیرو بفرستیم برای دفاع از اماکن مقدس. اونچه که خود داعش اعلام کرده در بیانیه‌هایی که صادر می‌کنن، میگن هدف ما ایجاد یک دولت بر پایه شریعت اسلامی سنی سلفی جهادی هست که این در ایدئولوژی با شیعه کاملا متضاد هست، ولی هیچ تهدیدی نکردن هیچ طرفی رو. در حال حاضر نیروهای اونها منسجمتر از گذشته هست، تاکتیک خودشون رو عوض کردند به گفته فرماندهان عراقی و از جنگ گروهی و چریکی و ضربه زدن‌های پراکنده به جنگ جبهه‌ای روی آوردن که ظاهرا تا حالا هم موفق بودن. علی، خیلی کوتاه، آیا فکر می‌کنی که شیعیان به لحاظ لوجستیکی و نظامی توان مقابله با داعش رو دارن، حتی اگر که در واقع بی‌بابی عملی ارتش مواجه بشن؟ مسئله اینه که مسئله به نوعی به جنگ فرقه‌ای شیعه و سنی تبدیل شده، فراتر از داعش است. داعش از خلع و از شکافی که بین شیعه و سنی بود به خوبی استفاده کرد. ارتش عراق به خصوص دو لشکر از ارتش عراق که حدوداً 60,000 نفر بودند در منطقه موسل بودند، عمدتاً شیعه بودند، از مناطق شیعه نشین جنوب عراق به شمال عراق فرستاده شده بودند، تحت امر و فرماندهی شخص نخست وزیر بودند.
نه وزیر دفاع، یعنی یک نیروی ویژه تحت فرماندهی نخست وزیری. این افراد تماما سلاح‌های خودشون رو زمین گذاشتن، تجهیزات خودشون رو و حتی تانک‌ها و خودروهای زرهی رو در منطقه جا گذاشتن و همه فرار کردن با لباس‌های شخصی. بنابراین انگیزه ای تا به حال دیده نشده برای این جنگ در بین شیعه ها، چون تا به حال اونچه که داعش اعلام کرده جنگ علیه کل شیعه نیست، جنگ علیه به گفته خودشون دولت رافضی نوری المالکی هست که این به خودی خود به نوعی تا به حال انگیزه کافی رو نداده. ولی از اونجا که آیت الله علی سیستانی به عنوان مرجع تقلید قابل قبول فراتر از مسئله نوری المالکی کل شیعیان حتی خارج از عراق هست، ایشون گفته که باید به نوعی فتوایی صادر کرده که باید در مقابل تکفیری ها به گفته خودش ایستاد، این میتونه به اندازه کافی این انگیزه رو ایجاد کنه که جلوگیری بکنن دست کم از پیشروی اونها به مناطق شیعه نشین. ولی برای مناطق سنی نشین باید تدبیر دیگری اندیشید، شاید تدابیر سیاسی میتونه این مسئله رو در بلند مدت حل کنه. علی ممنونم از اینکه اومدی، امیدواریم که بحران هر چه زودتر حل بشه، به اون نقاطی که تو میگی نرسیم. ممنونم از اینکه با ما بودی. سعید از تهران با ماست با اسکایپ، بفرمایید. درود به شما آقای سفیری بفهم. و آقای جوامردی عزیز، من اگه اجازه بدید تو یک دقیقه چند نکته رو عرض کنم خدمتتون. بفرمایید. خب توضیحاتی که آقای جوامردی دادن، توضیحاتشون توضیحات خوبی بود، از اینکه نقشه نشون دادن و نشون دادن که گروه داعش پیشرویاش در توی کشور عراق چه حد بوده. یه صحبتی شد بین شما و آقای جوامردی که جنگ شیعه و سنیه. به نظر من یعنی قطعا همینه، جنگ شیعه و سنی نیست الان توی عراق. اتفاقا الان در مقابل گروه اوباش داعش، شیعه و سنی با هم متحد شدن. ولی اون چیزی که الان خیلی این چند روز خودش رو نمایان کرده، این اتحادی بود که حالا گروه، من اسمش رو میذارم گروه اوباش داعش، گروه اوباش داعش توی عراق با هم جمع شدن و از نقطه نقطه کشور عراق جمع شدن و یک جا متمرکز شدن و با ایجاد رعب و وحشت و با ایجاد نمیدونم سربریدن و با ایجاد نمیدونم خفقان توی شهرها دارن همینجور میکشن جلو، به هیچ کس هم رحم نمی‌کنن. قطعا شما فیلم‌ها رو دیدید و مردم بله. عزیزم فیلم‌ها رو دیدن اصلا نه به شیعه رحم می‌کنن نه به سنی. بس شیعه و سنی نیست. متاسفانه هم تو این چند روزی هم که حالا گروه داعش حمله کردن به شهر موصل، همونجور که می‌دونید شهر موصل 2 میلیون جمعیت داره و بالاخره جنگی که شهری که جنگ زده بشه و یه گروه اینجوری بیاد وحشیانه بکشه و سر ببره، نه به کوچیک رحم کنه نه به بزرگ، بالاخره مردمش خارج میشن از شهر و شهر خالی از سکنه میشه. و الان هم 1/4 شهر موصل که یک استان خیلی استراتژیک است خارج شدن و بقیه مردم دارن در این شهر دارن مقابله میکنن و شیعه و سنی گروهایی شدن، لشکرهای شیعه و سنی با هم شدن، متحد شدن، دولت و مردم با هم هستن. و مطمئن باشید که این قضیه اوباش داعش توی چند روز جمع میشه. ولی اون چیزی که خیلی حائز اهمیته و من فقط به خاطر این مسئله میخوام با شما صحبت کنم آقای سفیری عزیز، اینه که متاسفانه یه سری رسانه‌های خارجی، رسانه‌های غربی و رسانه‌هایی که تحت کشورهای عربی هستن و منافع کشورهای عربی منافعشون رو تامین میکنن، به شدت دارن با نشان دادن گروه اوباش داعش، اینکه یک گروه بسیار بزرگیه و داعش رو دارن انقدر بزرگ نشون میدن و این سناریو رو انقدر بزرگ نمایی دارن. سقوط دو تا استان رو در حضور یک ارتش نیرومند شما چجوری توجیه میکنید؟ بله آقای سفیری عزیز، بله. ببینید من خودم با این 2-3 روزی که بالاخره این اتفاق افتاد، با خوندن سایت ها، با خوندن وبلاگ هایی که بود، من خودم به این نتیجه رسیدم که ارتش عراق، حالا چرا بود خیانت توی ارتش عراق توی این 2-3 روز اتفاق افتاد. بالاخره یه سری از اهل سنت شاید توی عراق بودن و یک سری از بدنه بس توی کشور توی ارتش بودن که اونجا نمیخواستن با نوری مالکی همکاری کنن. ببینید و به نظر من این شهران سقوط نکردن، متاسفانه اینا غافلگیر شدن. و من به نظر خودم وقتی که دولت عراق هیچ کنترلی بر یک منطقه نداره، نه دولت عراق، هر دولتی نداره، اسمشو چی میذارین؟ اسمشو میذارین، مگه ما سر کلمات با هم اختلاف نظر داریم؟ اسمشو بذارین سقوط، اسمشو بذارین اشغال، هر چی میذارین، فعلا موصل در اختیار داعش.
آقای سفیری، آقای سفیری، بله منم منکر این قضیه نمیشم، بالاخره الان موصل در اختیار گروه که داعش هست، ولی ببینید کشور عراق کشوری نیست که امنیتش مثل کشور ما باشه که هر موقع انسان دلش خواسته باشه بیاد و هر گروهی. ببینید همونجور که میدونید ایام نیمه شبانه و ارتش تمام اون قدرتی که داشت رو همه رو متمرکز کرده بود توی کربلا و نجف که مردم عراق و حتی زائران از کشورهای دیگه همه سیلاسا میان به سمت این دوتا شهر برای زیارت به خاطر نیمه شعبان و تولد امام زمان. ولی میخوام اینو بگم، آخرش هم اون جمله که میخواستم بگم فکر کنم موفق نشم بگم. بفرمی. آقای سفیری از مطمئن باشید به نظر من شاید ابتدا به کار داعش وقتی که وارد این عرصه شد داعش و اومد خیلی ها رو تو این دو سه روز کشته، وحشیانه هم کشته، و شاید ارتش خیلی جاها از نقاط موصل و شهرهای دیگه که گرفته داعش عقب نشینی کرده. ولی شما مطمئن باشید توی چند روز آینده، توی حد اکثر یک هفته آینده، مطمئن باشید داعش کلن سفرش جمع میشه توی عراق و چیزی برای گفتن نداره. ممنونم سعید از اینکه با ما بودی. روزیتا در اینستاگرام وندان میگه درگیری بین دو قطب بزرگ اسلامی شیعه و سنی هستش و اینا با این کارشون فقط خون مردم بیگناه رو میریزن و متاسفانه آدم رو حتی از مسلمون بودن پشیمون میکنن. در اسکایپ مهرداد میگه داعش تنها با هدف غارت تسلیحات به شهرهای عراق حمله کرده و با علم به اینکه توانایی مقابله بلند مدت هم نداره به سوریه برمیگرده تا با غنایم به دست آورده دور جدیدی از تنش‌ها رو در سوریه آغاز بکنه. در فیسبوک مهیکس میگه خاورمیانه سالهاست که درگیر چنین مشکلاتی هستش و متاسفانه این مردم رو از آگاهی و مدرنیته دور میکنه. رام هم در فیسبوک نظرش رو اینطور مطرح کرده که خاورمیانه به خاطر منابع و معادن فراوانی که داره همیشه دستخوش مشکلات زیادی بوده. بله، با برنامه به روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، درباره تحولات عراق و گروه داعش که گروه تندرو اسلامی داعش. بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم به این بحث، همراه ما باشید. آخرین خبرهای ایران و جهان در بخش فارسی صدای آمریکا. بیننده برنامه روی خط بخش فارسی صدای آمریکا هستین، وفا از کرکوک با ماست. بفرمایید شما روی خطین. آقای سفیری درود بر شما و همکارای محترمتون. سپاسگزارم، بفرمایید. اصلا خدمتون میخواستم در مورد نیروهایی که الان در اطراف کرکوک هستن، اهم از نیروهای خود نوری مالکی، نیروهای کرد که اینجا هستن و نیروهای سنی که باز هم اونا از به اصطلاح وابسته ها و نیروهای خود نوری مالکی هستن صحبت کنم. بفهم. یه از نیروهایی که اینجا هستند و متعلق به قوای نوری مالکی هستند، عده شیعه و عده سنی هستند. شیعه ها با دستمزدهای گزافی که گرفتن واسه وارد ارتش شدند و بیشتر به فکر حقوق سر ماهشون هستند. اینا با شنیدن این که نیروهای داعش دارن بهشون نزدیک میشن، قبل از این که نیروهای داعش رو اصلا ببینن، موضع خودشون رو ترک کردن، اسلحه‌هاشون رو اینجا فروختن به قیمت‌های خیلی کمی، اسلحه‌هاشون رو می‌فروشن که فقط بتونن یه پولی دستشون بیاد و برگردن به سمت بغداد و جنوب عراق. اونایی هم که سنی هستن دل خوشی از نوری مالکی ندارن، فقط میخوان بر ضد نیروی مالکی باشن. حالا یه نیروی مثل داعش اومده، هرچند تروریستی، فقط میخوان یه جورایی از نوری مالکی به دور باشن. نیروهای پیشمرگه کرد هم وارد کرکوک شدن، اینجا عدهشون خیلی زیاده. خوشبختانه حداقل این نیروهای کرد هستن که داعش نمیتونه وارد شهر کرکوک بشه. متاسفانه با ظلمی که خود نوری مالکی به ملتش میکنه، به اهالی اهل سنتش میکنه، این راهو باز کرده واسه داعش که بتونه به آسونی، به راحتی هر چه تمومتر یکی پس از دیگری شهرهای شمال عراق و متمایل به سمت سوریه اهالی سنت رو به راحتی فتح کنه و به سمت بغداد حرکت کنه.
سپاسگزارم وفا از اینکه با ما بودی. سیروان از تهران با ماست با اسکایپ، بفرمایید. سلام جناب آقای سفیری و خدمت همه بینندگان هم سلام داریم. جناب آقای سفیری، تحولات عراق رو باید در یک بقولی پکیج بزرگتر مورد بررسی قرار بدیم. بفرمایید. این تحولات عراق در حقیقت ناشی از رقابت‌های منطقه دو قدرت به نظرم ایران و عربستانه. شما حساب بکنید وقتی که ایران تونست در سوریه به اصطلاح دست برتر رو بگیره و نظام بشار اسد رو حفظ بکنه و گروه‌های سلفی جهادی رو تا اندازه‌ای از سوریه بیرون برونه، عربستان سعودی و بعد از اون انتخابات عراق که برگزار شد و با پیروزی که به اصطلاح دولت مالکی داشت، تقریبا عربستان سعودی دست خودش رو خالی دید. به نظر من پشت گروه داعش رو باید به اصطلاح نظام‌های عربی مخصوصا عربستان سعودی بدونیم. با این وضعیتی که الان پیش اومده به نظر من در روزهای آینده، اما سیروان اگر که داعش به سمت بغداد و از اون طرف به سمت شهرهای شیعه نشین بره، اون وقت معادلات منطقه‌ای با توجه به نقش ایران تغییر خواهد کرد؟ این نظر نداریم؟ قطعاً بدون آقای سفیری، مطمئناً وقتی که ایران اهمیت استراتژیکی داره، حرم به صلاح حضرت زینب و سوریه براش، یا اصلا کلن سوریه و اونجا نیرو میفرسته، قطعا اگر شهرهای مذهبی مورد تعرض قرار بگیرن شک نکنید ایران نیروهای ویژه‌ش رو به عراق اعزام خواهد کرد. و خب این که درگیری در جنگ شدنه که نه، در روزهای این بالاخره یه تحلیله، حالا این که بدی یا خوبیش و بالاخره این ایران بس رقابت منطقه ایران به راحتی. حالا که شما به این رقابت اشاره میکنیم، بذاریم به این نکته دیگه هم اشاره بکنیم و نظر شما رو هم بدونیم. ایران و آمریکا موضع مشترکی در قبال داعش و تحولات عراق دارن. فکر میکنید که این باعث نوعی همگرایی و همکاری بیشتر دیپلماتیک بین دو کشور نخواهد شد؟ اتفاقا نکته جالبی اشاره کردی. من یه مثال بسیار ساده بگم. در روزهای اخیر وقتی دعوت میشه از آقای ظریف به عربستان، ظریف قبول نمیکنه، معاونش رو میفرسته. این یه نشان از این داره که ایران به این نتیجه رسیده که به آمریکا به اصطلاح نزدیک بشه و مشکلات و مسائل رو با آمریکا مستقیما حل بکنه. و در مسئله داعش هم خود آمریکایی‌ها و خود به اصطلاح غربی‌ها میدونن که این گروه‌های تروریستی به اینها نمیشه به اصطلاح اعتمادی داشت و در دکترین اینها به اصطلاح جایی ندارن. در آینده به نظر من بهترین راه، البته برای دولت عراق، در برای سناریو برای عراق، دولت فدرال آقای سفیری، یعنی در یه نظامی که سیروان اگر اجازه بدین از این بحث بگذریم، چون به خاطر اینکه خیلی نگاه بلند مدته الان بحران عراق خیلی عمیق‌تر از اینه. سپاسگزارم از اینکه اومدی روی خط. روزی تا بحران عراق واکنش‌های زیادی هم در روزنامه‌های خارج از ایران داشته. روزنامه وال استریت ژورنال میگه بغداد به طور خصوصی به دولت باراک اوباما پیام داده که اجازه میده ایالات متحده از هواپیماهای سرنشیندار یا پهپادهای خودش علیه شبه نظامیانی که در حال اشغال بخش‌هایی از اون کشور هستن استفاده بکنه. همینطور نیویورک تایمز، روزنامه نیویورک تایمز هم از قول مقام‌های عراقی و آمریکایی نوشته که نوری المالکی نخست وزیر عراق گفته مخفیانه از دولت اوباما خواسته حملات هوایی رو علیه گروه‌های افراطی در نظر بگیره. اما روزنامه‌های داخل هم سرخط خبرشون جزء خبرهای مهمشون همین بحران عراق بوده. کوروش صحتی گزارشی تهیه کرده، با هم می‌بینیم. روزنامه‌های چاپ تهران روز پنجشنبه در صفحه اول خود آخرین گزارش‌های مربوط به پیشروی‌های نظامی گروه داعش را منتشر کردند. روزنامه کیهان در این مورد نوشته که داعش با تصرف موصل در یک دام امنیتی گرفتار شده است. این روزنامه نوشته شواهد زیادی وجود دارد که از تجمع نیروها در عراق برای پایان دادن به حضور داعش در این کشور خبر می‌دهند. این روزنامه به نقل از چند ناظر نظامی عراقی که نامی از آنها نبرده، نوشته که تحرکات اخیر داعش منجر به شکست نهایی این گروه در منطقه خواهد شد. روزنامه اعتماد مطلبی دارد به قلم ناظم دباغ، نماینده اقلیم کردستان در ایران، که نوشته برآورد غلط نیروهای اطلاعاتی عراق باعث پیروزی‌های اخیر داعش شد. به گفته آقای دباغ، در این حال در مناطقی که به دست داعش افتادند، 80 تا 90% ساکنان از این گروه حمایت کردند.
اردشیر زارعی قنواتی در روزنامه اصلاح طلب شرق در مطلبی تحت عنوان کابوس داعش نوشته در چند روز گذشته مشخص شده که داعش به لحاظ تسلیحاتی کاملا مجهز است و این زن به یقین تبدیل شده که قدرتی منطقه‌ای از این گروه حمایت می‌کند. او با اشاره به موفقیت مذاکرات هسته‌ای ایران و آمریکا نوشته که عربستان از این وضعیت ناراضی است. روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در تیتر صفحه اول خود نوشته طغیان تروریسم از دل جنگ آمریکایی‌ها با ترور. نویسنده این مقاله آمریکا را عامل اصلی به وجود آمدن چنین شرایطی در عراق دانسته است. در این حال بحران عراق با واکنش گسترده‌ای در میان کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده، در حالی که ایران اعزام زائران به اماکن مذهبی و آرامگاه امامان شیعه در عراق را لغو کرده، گروهی از جوانان ایرانی کمپین‌هایی در فضای مجازی به راه انداختند تا برای حفاظت این اماکن از حملات داعش رهسپار عراق شوند. نقش مهم پیشمرگ‌های کردستان عراق در مقابله با داعش و جلوگیری از پیشروی‌های احتمالی این گروه از دیگر بحث‌های مطرح در فضای مجازی در میان کاربران ایرانی بوده. کوروش صحتی، صدای آمریکا. سعید هم در اینستاگرام میگه بیشتر مشکلات تقصیر عربستان هستش و ای کاش که آمریکا هم به این مسئله توجه داشته باشه و نگران این هستش که این جنگ به سمت ایران کشیده میشه و فکر میکنه که این هدفشون هستش. اما در فیسبوک داریوش میگه این کار گروه تروریستی داعش یک تودهنی به جمهوری اسلامی و به اصطلاح اسلامیه و سپاه قدس که رویای رهبریت جهان اسلام رو در سر می‌پروروند و در حالی که میگه 90% از مسلمانان جهان سنی هستن و امیدوار هستم که میگه پای این جنایتکاران به ایران باز نشه به خاطر اینکه این میون این مردم بیگناه هستن که قربانی جاه طلبی های دو قدرت منطقه‌ای ایران و عربستان هستن. اینا تعدادی از نظرات بود که در فیسبوک، اینستاگرام و توییتر برای شما خوندم، ولی همین الان شما میتونین در چت زنده برنامه روی خط بیاین و نظراتتون رو در برنامه منعکس کنین. همینطور شماره تلفن جدید برنامه 202-260-71-10 شماره جدید برنامه روی خط که منتظر منعکس کردن نظرات شما در برنامه است. برمیگردیم به تلفن ها با مسعود. شهریور از دانمارک با ماست، بفرمایید، شما روی خطین. سلام جناب، خسته نباشید. بفرمایید. آنچه که من مورد نظرم هست این است که غربی ها سال هاست به دقت حزب التحریر رو در کشورهای غربی حمایت کردند، مورد تایید قرار دادند و اعضای حزب التحریر که بنده در جلساتشون بودم، در راهپیمایاشون بودم در همین کشور دانمارکی که بنده زندگی میکنم، چطور شده؟ این سوال هست، این سوال از غربی ها هست که چی شده است که امروز اعضای حزب التحریر بلند میشه میره در سوریه به نام دیگری فعالیت میکنه؟ اینو غربی ها چی میخوان جواب بدن؟ اعضایی که بنده میشناسم در همین کشور به سوریه رفتند و دخترانشون هم بر میگردند و در صیغه نمیدونم فلان چیز شرکت میکنند، اینا رو کی جواب میده؟ هر روز جسدشون بر میگرده. امروز که فهمیدن آقا سوریه موفق شده، آقای بشار اسد موفق شده و به جای رسیده، موج رو انداختن رو عراق که فشاری به ایران بیارن. این موجود و آقای شهری و شما گفت، اگر اشتباه نکنم شما فرمودین که با حزب التحریر در تظاهرات شرکت میکردین، در جلساتشون بودین، چرا؟ چه جواب میدن آقای اوباما و آقای نه اجازه بدین، شما صدای منو شنیدین؟ شما آقای شهریور صدای منو میشنوین؟ شما صدای منو میشنوین؟ خداحافظی میکنم با شما آقای شهریور. جمشید از کالیفرنیا با ما. جمشید بفرمایید، شما روی خطین. جمشید از کالیفرنیای آمریکا. جمشید شما روی خطین، بفرمایید. بله، درود بر شما آقای سفیری و همکارتون. بفرمایید. عرض حضور شما که من میخواستم از اینجا شروع کنم که ریشه این برنامه در حقیقت جمهوری اسلامی و در رأس اونا حضرت امام خمینی، چون قبل از ایشان اصلا مسئله سنی و شیعه مطرح نبود. مردم در چه در زمان شاه چه در زمان صدام حسین
عرضم در کنار هم زندگی میکرده و مسئله نداشتن، ولی این آقای خمینی که تشریف آوردن مسئله ایدولوژی مطرح کرد و از اونجا گفتش که عرضم شیعیان بر علیه صدام بلند شن و عرضم سرنگون کنم و آشکارا جنگ 8 ساله عراق و ایران باعث شد و عرضم بزرگ شما که همین به روند همین تولید شده تا اواخر اینا هم کردم رافضی میگن از طرف هر بارن، چون که همین شیعیان حضرت زید ابن اگر که بریش اجازه بدین جمشید، اگر اجازه بدین ما بریش‌های تاریخی اگر برنگردیم، به نظر شما چه تأثیری در تحولات منطقه‌ای میتونه داعش داشته باشه؟ تحولات خیلی زیادی داشته باشه، چون امکان داره از این و نکته مهم دیگه هم اینه که با توجه به نقش عربستان که شما اشاره میکنید، نکته دیگه اینه که ایران و آمریکا در قبال تحولات عراق در حال حاضر موضع مشترکی دارن. به نظر شما آیا این میتونه به همگرایی بیشتر در رابط دو کشور هم منجر بشه؟ جمشید شما صدای منو شنیدین؟ بله میگم که ایران و آمریکا در قبال تحولات عراق موضع مشترکی دارن. به نظر شما آیا این میتونه یک نقطه عطف در روابط دو کشور باشه؟ البته اون مسئله اصلی که همون انرژی اتمی هست و عرضم بزرگ شما که مسئله تروریسم جهانی که بر ایران بسیار رهبران ایران زده شده اونا سر جاش هست، ولی از نظر استراتژیکی ظاهرا اینجا میتونن با هم اینا به بسیار چیز مشترکی دارن. ممنونم از اینکه با ما بودین. روزتا نورا در فیسبوک میگه در واقع خطرناکترین عامل برای صلح در منطقه دلارهای نفتی و تعصبات مذهبی حکومت عربستان هستش. به پایان نیمه اول رسیدیم، اجازه بدین یک تنفس میگیریم برمیگردیم، با ما همراه باشین. جام جهانی 2014 برزیل با تیم اعزامی بخش فارسی صدای آمریکا. با برنامه روی خط صدای آمریکا همراه هستین و بررسی تحولات عراق. خبرگزاری جمهوری اسلامی گزارشی رو به چاپ رسونده در مورد واکنش علمای شیعه و سنی به حملات داعش. در این گزارش اشاره شده به تعدادی از نظرات. آیت الله سیستانی گفته تحولات امنیتی نینوا رو با نگرانی دنبال میکنم و میگه آیت الله فیاض گفته نیروهای امنیتی با شجاعت در برابر تروریست ها بایستند. یک نظر دیگه هم داره از آیت الله بشیر نجفی، گفته اجازه تجزیه عراق رو نمیدیم. آیت الله آصفی گفته مقاومت در برابر تروریست ها وظیفه شرعیه. آیت الله حیدری گفته هر که در جنگ با تروریست ها کشته بشه شهید هستش. و شیخ خالد هم گفته همه مردم عراق برای بیرون راندن داعش متحد میشن. یه نگاه هم میکنیم به نظرات شما در فیسبوک. امین میگه دقیقاً عراق و سوریه شده جولانگاه جمهوری اسلامی و عربستان. این نظر امین هست، میگه و با اینکه حکومت میانه‌ای با این حکومت میانه‌ای خوبی ندارم، ولی از پس اینها برمیان و نباید اجازه بدن که اینها پاشون به ایران باز بشه. یکی دیگه از فیسبوکی ها هم به نام عبدالله میگه حذف یک تفکر خیلی سخت‌تر از حذف یک فرد هستش. بله حسن از تهران با ما، شما روی خطیم، بفرمایید. حسن بفرمایید. سلام. بفرمایید. من مشتبه هستم. بفرمایید شما. به نظر من این گروه داعش در واقع همون القاعده هستش و اتفاقاتی که این چند وقت افتاده فکر میکنم تلاش میشه تا شناسنامه جدیدی برای این گروه که تروریستی تهیه بشه تا جنایت قبلیشون فراموش بشه. این القاعده هم خب همونطور که قبلا هم خیلی ها گفتن محصول آمریکا و غرب هست.
این حمله آمریکا به عراق همچنان به نظرم این نارامی ها این شورش ها همچنان ببینید اجازه بدین الان ایران و آمریکا موضع مشترکی در قبال تحولات عراق دارن، به نظر شما این میتونه در روابط دو کشور تاثیرگذار باشه؟ ببینید این جهت همجهت به نظرم نیستن ایران و آمریکا. چرا؟ هر دوتاشون محکوم کردن عملیات رو بر ضد امنیت منطقه‌ای دونستن، بر ضد امنیت و تمامیت ارضی عراق میدونن. بله ببینید آمریکا، ترکیه و کشورهای اروپایی اینا در جریان سوریه حمایت کردن، همون تسلیحاتی که به شورشیای سوری دادن الان داره توی عراق استفاده میشه. پس آمریکا میدونست پیشبینی بکنه که این اتفاقات میفته، اما آگاهی داشت، اما اینا رو تجهیز کرد و به اینا اما ارتش عراق رو هم آموزش داد. اما ارتش عراق رو هم آموزش داده شده. شما بیعملی ارتش عراق رو چجوری توجیه میکنی؟ ببینید بیعملی نیست، به هر حال یه عده‌ای خیانت کردن و از طرفی باید بگم که بالاخره ارتش عراق وضعیتی داره که باید نسبت به بسیاری از نیروهایی بودن که حالا جز ارتش بعث بودن، همچنان میبینیم که بعثی ها هم الان نزدیکی زیادی دارن به این گروه داعش و خب خیانت های انجام شده. در طرف دیگه میتونیم بگیم که بسیار حجم بسیار زیادی از نیروهای نظامی عراق در این روزها مشغول برگزاری مراسم زیارت کربلا در نیمه شعبان. اما مجتبی اجازه بدین یعنی یک ارتش امنیت رو واگذار میکنه به جشن؟ به نظر شما این توجیهه؟ امنیت ملی نه کشور نه. به خطر افتاده. ببینید اونجا هم میلیون ها زائر دارن میرن برای زیارت که اونا باید اتفاقا اونا بیشتر معرض تهدید هستن و همه هدف این گروه های شورشی اگر دولت عراق نمیتونه امنیت رو برقرار بکنه نباید بپذیره. این مسئله ای نیست که بگیم تو عراق مسئله هستش که به جشن یا مثلا مراسم اینچنینی بستگی داشته باشه. این اتفاقا پس از حمله آمریکا به عراق هیچ مسئله بوده که طبیعی هستش دیگه. به هر حال گروهایی که حمایت میشن از طرف ممنونم مجتبی از اینکه با ما بودی آمریکا. از اینکه با ما بودی. حسن از تهران با ما. حسن بفرمایید. حسن روی خطی. فرهاد از آمریکا با ماست. فرهاد شما روی خطی. بله خیلی ممنونم. خدمت شما عرض کنم جناب سفیری، ببینید اینا این نراجیفشون از بلندگوهای داخل مملکت همش میرسونن، احتیاج نیست که تمام وقت رو به این نیروهای امنیتی رژیم بدید. خواهش میکنم اینا رو قطع کنید. اینا فقط ببینید این حقیقت مطلق اینه که جمهوری اسلامی خشونتن تو نهادینه کرد تو اون کشور تو اون منطقه. وقتی که جوانای رشید مملکت که اومدن فقط گفتن رأی من کو، اونا رو سرکوب کردن، تجاوز کردن، کشتن، تیر به مغزشون زدن. اونه که تو اون ولی خاک بودن یه سری پیرمرد پیرزن و فرستاد نیروهاشو دستبند زدن و تیر خلاص و کله یکی زد. فرهاد به نظر من این دور شدن از بحثه، یعنی بحث یک گروهی به نام داعش، یک گروه افراطی که اونجا شکل گرفته، هیچ ارتباطی هم با تفکر حتی با تفکر رایج در بین اهل تصنع نداره. آقای سفیری ببینید واقعیت میشه منکر شد؟ من برمیگردم اصل بحث اینه که در دین اسلام این خشونت هست. از روز اول پیغمبر با جنگ همه جا رفته اومده، این در دین اسلام هست و شیعه که یه چیز مندرآوردی 300 سال پیش در اومده اون باید به یک شکل دیگه اینو این فقط این وسط به نفع اسرائیل میشه و مردم منطقه متاسفانه درگیر این میشن و این قهر و خشونت هر روز بیشتر میشه چون جمهوری اسلامی اینو حسن. اما یه نکته فرهاد، یه نکته ای هم وجود داره، اونم این هستش که در واقع موضع ایران و آمریکا در حال حاضر در قبال تحولات عراق یکسانه. به نظر شما در این مورد چیه؟ میتونه در مقطع کوچکی باشه ولی من متاسفم که اگه موضع آمریکا، موضع آقای اوباما اینه که در یک مقطعی با تروریست هایی که قبلا میخوندن یکی بشه، فقط منافع مقطعی شده در دیگه. اون رژیم، اون ایدئولوژی خشونت تروریست هستن، باید یا بر علیهش بود یا باهاش بود. نمیتونه در یک مقطعی کوتاه با اون باشن وقتی منافعشون رو ایجاب میکنه. باید یا بر ضد خشونت بود یا نبود، باید جو بر ضد جمهوری اسلامی بود، قتل، جنایت و فساد. فرهاد اجازه بدین که من چون وقت کمی دارم با شما خداحافظی کنم روزی تا. بله خواهش میکنم.
نگاهی میکنیم به فیسبوکمون و نظرات مختلفی که اومده. دلنیا میگه البته ناامنی در عراق سالهاست وجود داره و این جنگیه که ادامه سیاستهای همه دولتهای خاورمیانه و منطقه است که در واقع این ناامنی رو این دولتها به وجود آوردن که ایران هم یکی از اون کشورها هستش. اما در اینستاگرام جوانشیر میگه جمهوری اسلامی در عمل انجام شده 100% قرار گرفته و الان هم باید به فکر باشن، وگرنه در کوتاه‌ترین زمان جنگ خونینی بین سنی‌ها و شیعه‌ها پیش میاد و این عواقب خیلی بدی رو داره. یکی دیگه از کاربران هم به نام صابری میگه که این یک جنگی بین ایران و عربستان. اسرافیل در فیسبوک میگه تندروی مذهبی از هر نوعی که بخواد باشه، چه شیعه، چه سنی، مذهب مسیحی، یهودی، جز مرگ و ویرانی و وحشت چیز دیگه‌ای به ارمغان نداره و این حرکت‌های جدید صرفاً سیاست ترسوندن کشورهای همسایه از ایران هستش. و علی هم میگه این یک بازی عربستان هستش در منطقه که جنگ فرقه‌ای راه بندازن و هدف آخرش هم ایران نخواهد بود، ولی دسترسی پیدا کردن به تجهیزات نظامی در عراق هستش و آخرش هم اینها به سوریه برمیگردن. اینا نظرات مختلفی بود که در شبکه‌های اجتماعی من براتون منعکس کردم. اما دیدگاه مقامات رسمی ایران درباره تحولات عراق، آقای روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در این باره اظهار نظر کرده، با هم میشنویم. چرا امروز در منطقه ما این همه گرفتاری است؟ چرا این همه کشتار؟ چرا در سوریه آرامش نیست؟ خانه ها ویران شده است، خون بیگناهان تبدیل به رود و رودخانه شده است. و چرا در عراق جنگ و کشتار؟ و چرا یک گروه افراطی به هر نام و نشان و یک با مردم این چنین می کنند؟ آرزو می کنم فیلم هایش را ندیده باشید که دیروز و پریروز در موسل و روزهای قبلش در حلب و در جاهای دیگر چه کردند، چه وحشیانه عمل کردند. بله، این همایشی بود به مناسبت انتخاب آقای سالگرد، انتخاب آقای روحانی در خرداد ماه سال گذشته. آقای روحانی بعد از این نشست اعلام کردن که میرن به جلسه شورای عالی امنیت ملی که قرار به ریاست ایشون تشکیل جلسه بده در مورد تحولات عراق. تا این لحظه خبری منتشر نشده. از این نظر مهمه که همونجوری که در برخی از خبرها هم اعلام شد، مراسم اعیاد شعبانیه هست در مناطق شیعه نشین، هزاران زائر ایرانی و شیعه در اون مناطق وجود دارن و رسیدن داعش میتونه تحولات منطقه رو به هم بریزه. تاها از کرج با اسکایپ با ماست. بفرمایید تاها. تاها بفرمایید. خدمت شما آقای سفیری سلام عرض میکنم. بفرمایید. صدای منو دارید؟ بله بله، بفرمایید. اون چه که واقعیت هست در صحنه درگیری ها در عراق و حملات داعش اینه که این وسط یک بازی کثیفی پشت پرده است که توسط عوامل خارجی و داخلی داره حمایت میشه. مشخصا عربستان سعودی و قطر هم علیه دولت آقای مالکی دارن توطئه میکنن، بخاطر اینکه اونها هدفشون اینه که یه دولت شیعی ضعیف توی عراق حاکم باشه، نه یک دولت قوی. و یعنی به نظر شما دولت آقای مالکی دولت قویه؟ تا حدودی قوی بوده که الان داعش ضربه خورده. یعنی الان داعش ضربه خورده، یه بخشی به نظر میرسه حداقل یک چهارم عراق رو در دست داره. تو صحنه سیاسی انتخاباتی که تو عراق صورت گرفت بالاخره اینو برای اینا خطر داشت و اینها فهمیدن که عراق داره با حکومت آقای مالکی رو به جلو میره، به خاطر همین اینا احساس خطر کردن و شاید اغراض مذهبی هم داعش داشته باشه، که شاید نه حتما داره، اما اون چیزی که مشخصه همینه. اما یه نکته دیگه هم وجود داره تا مایلم که نظر شما رو بدونم. ایران و آمریکا موضع مشترکی در قبال تحولات عراق به ویژه بحث داعش دارن. به نظر شما میتونه در روابط دو کشور که به نوعی روند جدیدی رو شروع کرده تاثیرگذار باشه؟ حالا اینو
بایستی کارشناسان سیاسی اینو نظر بدن، اما واضحه که آمریکا به دلیل اینکه پیمان امنیتی با عراق داره به خاطر همین داره کمک میکنه، یعنی اعلام آمادگی کرده. اما من امروز یه خبری خوندم که یکی از نمایندگان آمریکا، الان نمیدونم نماینده چیشون بود، بله، گفته بود که ما آقای مالکی رو نخست وزیر ضعیفی میدونیم، به خاطر همین در مقابله با داعش بهشون کمک نمیکنیم. بازم بعید میدونم که من چون منبع خبر شما رو نمیدونم، نمیتونم تایید یا رد بکنم تاها، اما نکته مهم اینه که به نظر شما آیا داعش اگر برسه به مناطق شیعه نشین میتونه در معادلات منطقه‌ای تاثیرگذار باشه و اون وقت واکنش ایران چه خواهد بود؟ بیشتر از اینکه اونا بخوان به مناطق شیعه نشین برسن، فعلا دارن تمرکزشون رو مناطق سنی نشین انجام میدن تا جهتگیری دولت نوری مالکی نسبت به حمایت از مناطق سنی نشین رو به رخ بکشونن که بگن که محک بزنن، بله، که دولت آقای مالکی نسبت به مناطق سنی نشین توجهی نداره، به خاطر همین اینها همچین هدفی رو دارن دنبال میکنن. اما جای خوشبختی هستش که هم آقای سیستانی و هم مفتی اعظم عراق الان حمایت کردند از مقاومت در برابر داعش و داعش رو محکوم کردند و خواستن که همه علیه داعش بسیج بشن. ممنونم تاها از اینکه با ما بودی. با برنامه روی خط صدای آمریکا هستیم، بعد از یک تنفس کوتاه برمیگردیم، همراه ما بمانید. بله، برنامه روی خط صدای آمریکا همراه هستین در مورد تحولات عراق و ظهور گروه تندرو داعش که به سمت بغداد مدعیه که در حال پیشروی. روزتا خبرگزاری مهر در گزارشی در مصاحبه‌ای که با استاد دانشگاه آلاباما آمریکا داشته، پروفسور نادر انتصار، گزارشی رو به این عنوان به چاپ رسونده که تحرکات اخیر داعش واکنش به انتخابات پارلمانی عراق است، کردها همجواری با داعش را تحمل نخواهند کرد. این استاد دانشگاه در صحبتاش اشاره کرده که ارتش عراق و نیروهای امنیتی بر داعش چیره خواهند شد، گفته تا حالا عملکرد درستی نداشتن ولی موفق میشن. این استاد دانشگاه البته مؤلف کتاب سیاست کردها در خاورمیانه هست و در خصوص واکنش کردها به این تحولات و اینکه آیا داعش میتونه کنترل مناطق کردنشین رو در اختیار خودش بگیره تاکید کرده که کردهای عراق از اینکه سلفی‌های تروریست رو در نزدیکی و در مجاورت خودشون ببینن خرسند و خوشحال نخواهند بود و میگه در حال حاضر حکومت منطقه‌ای کردستان عراق مستقیما وارد جنگ با داعش در مناطقی مثل موصل نشده، اما اگر داعش موضع خودش رو در موصل تقویت بکنه و بخواد به مناطق و استانهای تحت کنترل حکومت منطقه‌ای کردستان نزدیک بشه، در این صورت محاسبات کردها ممکنه تغییر بکنه. مسعود. بله، احمد با اسکایپ با ماست از کردستان، بفرمایید احمد. سلام، درود، خسته نباشید. متشکرم، بفرمایید. من تازه قسمت دوم برنامه‌تون رو دیدم، قسمت اولش زیاد ندیدم، ولی به نظر من درباره داعش بکنم اینا یک گروه صرفا تروریست تندرو هستند که حالا میخوان یه سری اهداف خودشون رو تو منطقه سنی نشین به دست بیارن، بعدش هم بس بدن به سایر مناطق عراق. و اینکه ایران حالا بخواد کاری بکنه، فکر نمی‌کنم ایران بخواد زیاد مستقیم وارد این قضیه بشه. چرا؟ خب
بالاخره اگه بخواد مستقیم وارد این قضیه، ببینید شما از کردستان زنگ میزنید، وقتی که داعش رفت به سمت کردستان عراق، کرکوک رو کردا پیشمرگای کرد پس گرفتن و در واقع امنیت رو خودشون برقرار کردن. ظاهرا ارتش عراق این توان رو حداقل به لحاظ فرماندهی در این لحظه نداره. اگر داعش بره به سمت مناطق شیعه نشین، با توجه به حضور شیعیان در مناطق متبرکه، اماکن متبرکه، فکر نمی‌کنی که ایران ناگزیر بشه واکنش نشون بده؟ ببینید قضیه حالا کردا تو شمال عراق که اونا دیگه یه جورایی خاک خودشونه، تو کشور خودشونن، تو مملکت خودشونن و اینکه قدرت اونا رو نمیشه انکار کرد. انصافا اونا خیلی مقتدرتر از ارتش عراق ظاهر شدن، ظاهرا ظاهر امر اینه. حالا اگه ولی ایران، اونو میخواستم بگم که اگه بخواد واقعا مستقیم وارد قضیه بشه، یه جورایی دخالت در امور داخلی یه کشور میشه مطرح میشه تو صحنه بین الملل و اینو یاد میشه توجیه کرد به این شکل. ولی حالا کردا خیلی خب راحت ترن، بالاخره تو کشور خودشون دفاع از آب و خاک خودشونه در برابر یه نکته دیگه ای هم هست. احمد مایلم نظر شما رو بدونم اگر که به در این بحث هستیم با ما. اونم این هستش که موضع ایران و آمریکا در قبال داعش و تحولات عراق موضع مشترکه. فکر نمی‌کنین که این باعث همگرایی بیشتر و روابط در روابط دو کشور بشه؟ والا من فکر نکنم. یعنی ایران و عراق ایران و آمریکا حالا تو این قضیه شاید موافق هم باشن، نظراتشون مشترک باشه، ولی فکر نکنم اصلا به هیچ همگرایی برسه، نه تو این قضیه نه تو هیچ قضیه دیگه، چون بالاخره ایران با آمریکا اصلا آبش توی جوب نمیره به نظر من، نظر شخصی منه. حالا اگه من بله قطعا سپاسگزارم از اینکه با ما بودین. روزیتا، یکی از کاربران به نام امیرعلی در چت زنده روی خط نظرش رو منعکس کرده و میگه تا الان خیلی از بینندگان شما و کسایی که براتون نظر گذاشته بودن بر این عقیده بودن که ایران دخالت داره و عربستان خیلی دخالت کرده، ولی میگه به نظر من داعش نه از سوی عربستان حمایت میشه نه از سوی غرب. بازی فراتر از این مسائله و بیشتر به یک توطئه کثیف برای تطهیر و تقویت اسد شبیه میمونه و همچنین تقویت مالکی از راه جمع کردن همه نیروهای عراقی پشت سر اون تا پیش از این حاضر به قبول نخست وزیری دوباره اون نبودن. این نظر امیرعلی در چت روی خط هستش. اما یکی از کاربران هم در اینترنت نظرش رو اینطور مطرح کرده که کسی که باد میکارد طوفان درو میکند، چه سنی چه شیعه چه مسلمان چه غیر مسلمان، این وسط این مردم عادی هستن که قربانی این مسائل هستن و به خصوص کودکان، و میگه جای تأسف داره و الا دستاندرکاران این فجایع از هر دو طرف اندازه سر سوزنی دلسوزی براشون نیست و چون خود کرده را تدبیر نیست. بله، علی از ترکیه با ماست با اسکایپ. علی بفرمایید. با درود سلام به شما و تمامی همکارانتان. جناب سفیری، این بحث خیلی وسیع و کلاسیکه، متاسفانه وقت کمه، ولی من میخوام دو چیز رو مطرح کنم. بفرمایید. ببینید، اولا اون جریانی رو که استعمار جهانی، من اسم نمیبرم کدوم کشور یا چه چیزی، استعمار جهانی خواسته جنگ شیعه و سنی را بندازه انداخته، متاسفانه در خاورمیانه 32 تا کشور دارن این مسئله رو دامن میزنن و هزینه میکنن، اونا هم نشستن دارن برابرداری میکنن. یک کشور مثل عربستان و امارات و کشور دیگه متاسفانه ایرانه. ببینید، وقتی انقلابات ایدئولوژیک میخواست صدور انقلاب کنه به اسم انترناسیونال یا در اسلام به اسم انقلاب اسلامی، به اسم اسلام جهان شمول، هزینه میکنه. آقای سفیری در سوریه هزینه میکنه، در عراق هزینه میکنه، توجه بکنید. من میخوام برگردم زود به این مسئله، به آقای روحانی. جناب روحانی، ازت خواهش میکنم، اگر ما بی سواد بودیم، 35 سال بی سواد بودیم و کودن بودیم، دو سال یک کلاس میخونیم، الان لیسانس و فوق لیسانس داریم، شما میایین بیان میکنین در سوریه کشتار میشه، درست میفرمایید، نباید بشه، در عراق فلان میشه، درست میفرمایید، نباید بشه، ولی خودتون برگردین به رسانه‌های خودتون، وقتی هزینه های آنچنانی میدادین، پول نفت آنچنانی میدین، هزینه سوریه رو میدین، هزینه عراق رو میدین، اینا یعنی چی؟ نیرو یعنی چی؟ یعنی آقای علی، من یعنی در واقع شما میخواییم بگین که ایران، نقش ایران در سوریه باعث گسترش خشونت در منطقه شده؟ یه جمله رو من از خودم بگم، نه اینکه بگم من میدونم. جناب سفیری،
تکلیف ایران در سوریه و در سوریه و عراق مشخص میشه. این حکومت اونجا سرمایه گذاری کرده که به اصطلاح همسو با غرب بگه من هستم، وجود دارم. متأسفانه با این تفکر درست غلطش تاریخ نگه خواهد داد. توجه میکنید؟ هزینه کرده و متأسفانه هزینه مملکت ما داره میره اینجا، چون اینا بار ایدئولوژیک ندارن، چون اینا انقلاب نه. ببین فرق بین قیام با انقلاب در اینه، قیام بلوه و شورشه، انقلاب همون بلوه و شورشه با طرح برنامه. اینا چیزی رو نداشتن که این کار میکنن. اما علی، اما یه نکته دیگه هم وجود داره، اینه که در این مقطع بسیار مهم و شاید سرنوشتاز که در ما به سر میبریم و منطقه خاورمیانه شاهدشه، اینه که موضع آمریکا و ایران شاید برای اولین بار در مورد یک حادثه مثل عراق یکسانه. فکر نمی‌کنید که به نزدیکی روابط دو کشور منجر بشه یا به همکاری حتی؟ جناب سفیری توجه فرمایید، کشورهای غربی مثل آمریکا، ببینید آمریکا یه سربازشو میاد با 5 تا چیز عوض میکنه، تروریست، ببینید برای خودش ارزش قائله، ولی در همین عراق بس دفاع نیست. برای همین عراق جوانای ما که زیر تانک‌های یلوله شدن، آیا آقایون جمهوری اکسرانی از خودشون نشون داد در مسئله اشرف؟ اما قصه استراتژی آمریکا، توجه کنید جناب، آمریکا منافع خودش رو میخواد. آمریکا نباشه، روس باشه، هر کی باشه، ببین منافع خودش رو میخواد، چرا همسو نباشه؟ چرا نکنه این کارو؟ این ایرانی که داره هزینه میکنه، این عربستانی که داره هزینه میکنه، این امارات که داره هزینه میکنه. ممنونم علی، من وقت کمی دارم. شهاب از بغداد با ماست. شهاب شما روی خطیم، بفرمایید. سلام، حالتون خوبه؟ ممنونم، بفرمایید. شهاب از مشاهدات خودتون از بغداد بگی. من والا توی بغداد عرض کنم که الان مردم خیلی عادی دارن رفتار میکنن و زیاد اون هیجانی که خارج از کشور عراق موجوده رو ندارن و خبرهای داعش هم پخش میشه، یعنی اخبار سانسور نمیشه. اخبار الاشرا که الاراقیه که خیلی به نفع دولت رو و میگه ما تکسی تو پس گرفتیم، شام نداشتیم بیان، موسل هم داریم پس میگیریم، ولی شبکه الشرقیه مخالف این داستانه و نشون میده که اونا دارن پیشروی میکنن یا به سمت بغداد. ولی در کل نیروی ارتش که نمیتونه امنیت رو برقرار کنه توی عراق، یکم مشکلات آقای مالکی هستش که از خیلی وقت پیش به این موضوع براشون سخت تموم شد و نزدیک یک ماه پیش که انتخابات بودش، بیشترین موردی که مردم میگفتن ممکنه ما آقای مالکی رأی ندیم همین برقرار کردن امنیته. یک سناریوی دیگه هم در این مورد از مردم عراق من میشنوم اینه که میگن که حتی این ممکنه اجازه دادن به داعش که وارد موصل شده و موصل رو گرفته و داره پیشروی میکنه که سیاست مالکی باشه که بخواد قدرت خودش رو با سرکوب کردن داعش نشون بده و دوباره بین مردم یعنی جا باز کنه تو دل مردم و من نشون بکنم میتونم امنیت برقرار کنم. شهاب، با توجه به اینکه شما در بغداد هستین، ایران و آمریکا در مورد داعش موضع مشترکی دارن و تحولات عراق، فکر میکنی که باعث همگرایی در رابطه دو کشور بشه؟ یا عراقی‌ها در این مورد چی فکر میکنن؟ چرا؟ خواهد شد و من چون برای ایران و آمریکا خیلی سود داره عراق، حالا من فقط اقتصادیشو چون دارم اینجا کار میکنم و میدونم، برای این دو کشور خیلی سود اقتصادی دارن این دوتا و در آینده هم وقتی ببینن که ایران هم داره امنیت رو برقرار میکنه توی این منطقه، امریکا 100% سوما خواهد کرد از این موضوع. بله، یعنی شما فکر میکنید که این همگرایی شکل خواهد گرفت؟ حالا نه به اون سرعت، ولی توی لانگ ترم میتونه پوینت خیلی مثبتی باشه که ایران هم داره تلاش میکنه که امنیت برقرار شه توی منطقه، امریکا هم داره تلاش میکنه که امنیت برقرار بشه. ممنونم شهاب از اینکه با ما بودی. روزیتا، نگاهی میکنیم به خبرهای داغ روز. سه فضانورد ایستگاه فضایی بین‌المللی روز چهارشنبه با زمینی‌ها در هیجان سرآغاز بازی‌های جام جهانی فوتبال در برزیل همراه شدند. همینطور که می‌بینین دو فضانورد آمریکایی بودن و یک فضانورد آلمانی که پیشاپیش بازی‌های امروز توپ فوتبالشون رو در فضای بی‌جاذبه شوت کردن. اونا در فاصله 370 کیلومتری بالای کره زمین تیم مورد نظر خودشون رو تشویق کردند. اما مراسم افتتاحیه
20مین دوره جام جهانی فوتبال هم‌اکنون در حال برگزاریه و تا ساعات دیگه با بازی میزبان در برابر کرواسی آغاز میشه. مخارج هنگفت این بازی‌ها برای دولت برزیل البته موج تظاهرات و اعتصاب شهروندان اون کشور رو هم در به ادامه داشته. بله، سرانجام انتظارها به پایان رسید. بعد از 4 سال جام جهانی رسید به برزیل، پر افتخارترین کشور در جام جهانی فوتبال با 5 بار قهرمانی. اگر این بار قهرمان بشه میشه 6 بار. ما فردا روی خط ورزشی داریم با آخرین نگاه ها به تیم ایران و فوتبال. ایران در جام جهانی موضوع برنامه فردا شب روی خط هستش. شب بر همه شما خوش، تا فردا شب منتظرتون هستیم. روز شبتون خوش.